بیا این شیرو بخور و یه خورده استراحت کن عزیزم. اون بهت زنگ زده بود؟ نه خیر. چطور ممکنه بهت زنگ نزده باشه؟ شاهمیر راستشو بهم بگو، بین شما دوتا چه خبره؟ ببین آزرا، دکتر گفت نباید زیاد حرف بزنی، برات بده. اینم گفت که باید استراحت کنی، اما تو... اون چه میدونه که من چه حالیم؟ بهش زنگ بزن، باید باهاش حرف بزنم. با وجود من عاشقت شده؟ این چه عشقیه؟ میشه عاشقت باشه و من نفهمم؟ بهش زنگ بزن تا حرف بزنم. میخوام حرف بزنم، زنگ بزن. لطفا آروم باش. فهمیدم، تو همونو دوست داری، افتادی تو دامش. شاهمیر آره یا نه؟ دوستش داری یا نه؟ جواب منو بده شاهمیر. من اونو اصلا دوست ندارم. نداری؟ پس اونجا چی کار میکردی؟ بچه فقط همین فکر رو کردم که اگه باش ازدواج کنم میتونم بچه خودم رو داشته باشه. بچه داشتی؟ تو به خاطر بچه این کارو کردی؟ به خاطر بچه با دوستم به هم خیانت کردی؟ تو بچه میخواستی و به جای اینکه از من بخوای رفتی پیش دوستم. اگه واقعا دلت بچه میخواست به درمانم علاقه نشون میدادی. ولی آزرا اینطورم نبود که به درمانت علاقه نشون ندم. مگه اقدام نکردم؟ و خودت هم میدونی که بعد از اون همه درمان چیزی که به دست آوردیم یه انتظار طولانی بود. همین. اما دکتر که منو ناامید نکرد. نه، میدونی که دکتر همیشه به هم امید میداد. اگه امید چیزی که به دست آوردیم فقط انتظار بود. تو هم مایوس شدی و قبلتو عوض کردی. گاهی ناامیدی انسانو به کفر مجبور میکنه آزرا. خیلی جالبه، ناامیدی جایی معلوم میشه که اونجا بیقراری باشه، حسرت باشه. ولی در مورد بچه من همیشه تو چهرت بیزاری دیدم و یهو این بیزاری تبدیل به بیقراری میشه و به جای اینکه به من بگی رفتی سراغ مونا. آخه چرا با دوست من؟ چرا با اون؟ تو این دنیای بزرگ فقط دو نفر رو داشتم که پناهم بودن و حالا هر دو منو کنار زدن و دست همو گرفتن. آزرا من نه تو رو کنار زدم و نه همچین قصدی دارم. میخوام همیشه کنارت باشم و اگه من از اون بچه‌ای داشته باشم خب بچه تو هم میشه. نه، اون عشقی که داشتی چی؟ برای همیشه تو دلت میمونه؟ نه شاهمیر، هیچ وقت نمیتونم تحمل کنم. نه نمیتونم. اون خونه عشقی که ساختیم از بین رفته، به جای اون خونه فقط یه ویرانه باقی میمونه، فقط ناامیدی و حسرت. مثل یه مرد به سینت بکوب و بگو چطور با وجود من عاشق یکی دیگه شدی. لااقل از ناتوانیم سوء استفاده نکن. مردم حتی توی دوستیاشون صداقت دارن، تو که ادعای عاشقی میکردی. آزرا من راه حلی بهتر از این پیدا نکردم که من با مونا. ببین اگه من باهاش ازدواج کنم تو زندگیمون هیچ تغییری پیش نمیاد. اون همونطور میمونه و تو هم همینطور میمونی. تازه با هم دوستم که هستین. باور کن آزرا، دلیل من از این کارا فقط بچه است.
اگه ما بچه داشتیم هیچ وقت اینطور نمیشد. باشه، پس من مثل جنازه تو این خونه میمونم، ولی به هم فرصت بده تا وقتی که دکترم ناامید بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه تا چند ماه دیگه بچه دار نشدم، بعدش با مونا ازدواج کن، با هم خونتون رو بسازیم، منم کنار میرم. خدایا، حتی ازم نپرسید بعدش چی کار میکنی؟ چند سال پیش همینطور پیش دختری نشستم، باهاش ازدواج کردم، عاشقانه دوستش داشتم و فکر میکردم همه عمر اینجوری میگذره. بعد آرزوی بچه، انتظار طولانی، و بعد تو اومدی تو زندگیم. امروز من بهش بگو که با رضایت قبول کنی. شاه میر، خب تا وقتی تو بخوای من پنهونش میکنم. واسه من همین کافیه که الان همسرتم. آزرا، حرفای مهم تو به جای من میخوای به شوهرم بگی؟ تلفن کی بود؟ فعلا برای تو شماره اشتباه. داری کجا میری؟ میرم سر کار. شاه میر، دو سال عاشقت بودم، 6 سال کنارتم، رو هم رفته 8 سال به پات نشستم. لااقل 8 ماه به هم فرصت بده. به من نگاه کن، من همون آزرام
همون که از عشق شبانه میتونستی بخوابی. یادت وقتی اومدی خواستگاری و بابام جواب رد داده بود؟ بیرون دانشگاه یه ساعت زیر بارون مونده بودی منتظر من. خودت همیشه میگفتی که اگه من زنده نباشم تو هم نیستی. من همون آزرا. تو منو به عشق خودت مثل یه مرض مبتلا کردی. حالا که هم دردم تویی هم درمان، منو اینجوری رها نکن. اینجوری مجازاتم نکن. دوستمو مقابلم قرار نده. شاه میر، چی برات کم گذاشتم؟ چی کار باید میکردم که نکردم؟ کجا کم گذاشتم؟ چه گناهی کردم؟ جوابمو بده. آزرا، چیزی که کم هست و چیزی که میخواستم همشو بهت گفتم. اینا بهانه است. بهانه. ببین نفسم داره میگیره. به خاطر ضعفم بهم بیوفایی نکن. بگو دیگه دوستت ندارم. این حرفا همش بهانه است. اگه من دوباره ازدواج کنم فقط به خاطر بچه است. باشه، من 8 ماه بهت وقت میدم آزرا. اگه به این بچه دادی من مال تو هم، ولی اگه نه تو مال منی. و آزرایی که مال منه هم مشکلاتمو درک میکنه هم ناراحتی کن. حالا لطفا استراحت کن. وقتی خوب شدی دوباره درمان شروع میکنی. خودت پیش دکتر میری یا من ببرمت؟